درود بر شما دوستان عزیز، هموطنان خوب. من سعید واسمی هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های رستاخیز سیمرغ. امیدوارم صدا و تصویر رو توی فیسبوک و توی اینستاگرام خوب داشته باشین. اگر مشکلی هست لطفا بنویسید تا در صورت امکان برطرف بشه. جناب کمال پور، درود بر شما. امیدوارم، نمیدونم طبق صحبتی که با هم دیگه کردیم، شما قرار بود ساعت 9 اسکایپ باشی، اگر موقعیتتون مناسبه که الان در خدمتتون باشه. یعنی اگر موقعیتتون مناسبه لطفا بفرمایید که من شما رو بیارم روی اسکایپ و با هم گام به گام بریم جلو. فقط بنویسید لطفا. دوستان توی فیسبوک لطفا برنامه رو پخش کنید تا دیگران هم به ما بپیوندن. اوکی، مرسی مرسی جناب کمال. اول یه چیزی بگم، الان که داشتم برنامه رو تنظیم می‌کردم، دوربینا رو می‌ذاشتم، زمانی که خودم اومدم چک کنم و اینا، سرم که گرفته بودم پایین، دیدم این پروژکتور داره نور می‌خوره وسط سرم. می‌خوام یه مژده بدم به جناب کمالپور که زیاد ناراحت نباشه. بعد دیدم که خالی شده و من فکر کنم منم باید به جمع آقایون سرخلوتی بپیوندم و از این به بعد به این مثلا به اونایی که مو دارن بگیم مو قشنگ، یا یعنی بعد حرفو برگردیم حالا دیگه. تا الان میگفتیم فلان، حالا باید بگیم مو قشنگا. اینم یه شوخی بود اول برنامه. خب، خبرها رو همتون دارید دوستان، شنیدید صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا رو شنیدید. در حقیقت الان به این صورت بازی که توپو کاشتن توی نقطه پنالتی و دروازه هم ایرانه. حالا این وسط مونده که کی قراره این ضربه رو بزنه که گل بشه، و مطمئنم گل میشه چون دروازه خالیه. میخوام اون مسائلی که شما الان شنیدید توی تفسیرها و تحلیلها و تمام این مسائل، میخوام به صورت عامیانه بگیم که اصلا داستان از چه قراره و چه اتفاقی داره میفته و باید چیکار کرد. اول باید تشکری کرد از هموطنانی که در این چند روز در فضای مجازی لطف کردن و صدای بچه های کازرون رو تا اونجایی که تونستن پخش کردن. این بسیار بسیار مهم بود، علی رغم این که یه سری ها اومدن دارن وسط بازی، وسط این شلوغ پلوغی هایی که هست، یه سری مسائل انحرافی رو مطرح میکنن و حواسا رو پرت میکنن که به قول معروف اون صدای جوان های داخل ایران شنیده نشه، ولی خب میبینید که حتی صدای کازرونی ها توی کنگره آمریکا هم شنیده شد و در موردشون صحبت کردن. اینا میسر نمیشه مگر اینکه با همین اطلاع رسانی هایی که دوستان دارن انجام میدن، یعنی درست اونایی که مسیر درست رو گرفتن درست دارن عمل میکنن و پاسخ خوبی هم داره میگیریم، بچه های ایران دارن میگیرن، هیچ ارتباطی هم به ما و امثال ما نداره، ما هم در حد توانمون تلاشمون میکنیم. اما برگردیم سراغ اصل بازی و اصل داستان. دو جنبه داره دوستان. ببینید صحبتی که وزیر امور خارجه آمریکا انجام داد، در حقیقت اومد تکلیف خودش رو روشن کرد و دو تا شاخه داشت صحبتی ایشون. میشه دو تا برداشته، دو تا برداشت که نه، دقیقا دو تا هدف داشت از این صحبتی. یکیش این بود که در ابتدای صحبتش گفت که ما داریم این شروط رو میذاریم برای رژیم انگل نشان آخوندی که بتونیم باش به یک توافق بهتری برسیم. این یکی از صحبت‌های ایشون بود. در کنارش صحبت دیگه که ایشون کرد، برگشت گفتش که ما همچنان از مردم ایران حمایت میکنیم و این مردم ایران هم که باید تاریخ مصرف جمهوری اسلامی رو در حقیقت به سر برسونن و یه حرکتی انجام بدن. حالا مخاطب صحبت‌های ایشون جدا از اون قسمتش که با مردم ایران بود که مستقیم با مردم ایران بود، اما قسمت دومش راجع به تحریم ها و کارهایی که قراره انجام بدیم، اتفاقا مردم ایران نبود، مخاطب ایشون دقیقا کمپانی های گردن کلفت دنیا بود که همین به محض اینکه ترامپ اعلام کرد حالا داره از برجام میاد بیرون و اومد بیرون، شما میبینید که همه این کمپانی های گردن کلفت، چون که مثلا اون کسی که کمپانی داره و اون تشکیلات کمپانی یا اون مدیر عامل و اون هیئت مدیره و سهامدارای این کمپانی ها آدمایی هستند که آدمای فوق العاده حرفه‌ای و خبره بیزینسمن هستند. بیزینسمن یا تاجر یه کسی مثل ترامپ
الان داره یه حرکتی، مثلا الان امروز یه بذر رو میکاره، دقیقا مثل کشاور که میاد یه گونی گندم رو الان میکاره، میخواد 6 ماه دیگه 100 تا گونی گندم برداره، پس حساب همه جا رو میکنه. اینو بهش میگن مثلا یه آدم تاجر به این صورت کار میکنه. عامیانه‌شو میگم، اونایی که دوست دارن صحبت کلمب سلم بشنون جای دیگه است. من میخوام یه سری صحبت بکنم که دوستانمون اون عزیزانی هم مثلا که داخل ایرانن به قول معروف درست نکته رو بگیرن که داستان از چه قراره. حالا یه سری هم با عناوین‌های مختلف میان صحبت میکنن که فقط به قول باز یکی دیگه از دوستانم که این مثال رو به من زد، با هم صحبت میکردیم، گفت یه سری هاشون میان گوه انگلیسی رو با قاشق فرانسوی میخورن. ولی نه، من میخوام عامیانه صحبت کنم برای هموطنانمون که بدیم مثلا داستان از چه قراره. صحبتی که ایشون کرد خطاب به کمپانی ها و به این شرکت های گردن کلوف، بیشتر به قول معروف مخاطب ایشون اتفاقا در اروپا بود، چون میدونید که اروپایی ها صاحب تکنولوژی هستن و کمپانی های اروپایی پروژکتور رو ما هم شدید داره نور میندازه. یه لحظه من اجازه بدید من سر اینو یکم برگردونم. امیدوارم که درست شده باشه. همچین مثل برق و آفتاب میخورد توی کله ما هم که داره میشه مثل آقایان سرخلوتیان و ببخشید برق. در حقیقت اینجوری میخوام به شما بگم، الان دنیای غرب به یک نتیجه رسیده که این نتیجه همون نتیجه که 40 سال ملت ایران دارن فریاد میزنن. منتها ملت ایران برای خودشون میخوان، برای مملکتشون میخوان، برای زندگیاشون میخوان، برای نسلهای آیندهشون میخوان، غربیا برای منافع خودشون میخوان. به یک نقطه الان هم ملت ایران و هم سیاستهای غربی به یک نقطه مشترک رسیدن و این نقطه مشترک هم اینه که جفتشون به یک مشکل خوردن که این مشکل رو اتفاقا غربیا آوردن، اما با کمک مردم ایران هم بود، مثل روش انفکرانمون و بقیه این مسائل. تا 10 سال پیش مشکل جمهوری اسلامی مشکل مردم ایران بود فقط. هرچی مردم کشته شدن، هرچی فریاد زدن، هرچی داد و بیداد کردن، هرچی ازشون از بین رفت، هرچی غارت شدن، این دنیای غرب گوشاشو گرفته بود و اصلا متوجه نمیشد. از 10 سال قبل به این ور یواش یواش اینا حس کردن که نه، آتیشی که 30 سال پیش چه الان چه 40 سال پیش 40 سال پیش توی اون منطقه به قول معروف روشن کردن، امروز دودش اومده و داره خودشونو خفه میکنه. بنابراین تصمیم گرفتن که به قول معروف اینو یه جورایی درست راستش کنن که این دود این وری نیاد، همون وری بره، همون وری بره که داره میره و رفت. مثلا چه اتفاقی افتاد؟ دودش رفت توی سوریه، رفت توی عراق، باز رفت توی افغانستان و کلن اون منطقه. بزرگترین کاری که غربیا کرده، حالا میخوام از ابتدا شروع کنم به نتیجه گیری برسیم که داستان از چجوری میخواد بشه. بزرگترین کار هدفی که غربی ها داشتن با آوردن خمینی و بردن سیستم پادشاهی و آوردن جمهوری اسلامی این بود، دو تا هدف داشتن. یکی این بود که انبار اسلحه های اینا پر شده بود و اینا اقتصاد دیگه نداشتن، چون چیزی تولید نمیکردن در اون تاریخ، فقط اسلحه بود و تکنولوژی سلاح‌های جنگی و از این مسائل و اینا پر شده بود. پادشاه ایران هم توی اون منطقه یا ایران در اون منطقه باعث ثبات در منطقه شده بود، جنگی اتفاق نمی‌افتاد، کشت و کشتاری نبود، همه چی به قول معروف تحت کنترل در حقیقت پادشاه ایران بود. خب اینا به قول معروف چی میگن؟ به بدبختی افتاده بودن. اینو میتونید توی مصاحبه‌هایی هم که این اواخر دوره شاهنشاهی با پادشاه ایران کردن خبرنگارا میتونید اینو به وضوح در سوالای اونا ببینید. حالا اینا اومدن خمینی رو آوردن به دو دلیل. اولین دلیلش این بود که به قول معروف این شاخو یا این دیواری که اومده رفته بالا اینو فرو بریزن. دومین دلیلش این بود که انبار اسلحه هاشو خالی بشه. شما میبینید وقتی که خمینی اومد، جنگ ایران و عراق، بعدش افغانستان، بعدش عراق، بعدش نمیدونم کجاست لبنان و فلسطین و این مسخره بازی ها، اینا شروع شد، این جنگ ها شروع شد و اسلحه های انبارهای اسلحه این
سیاست‌های خارجی یا قدرت‌های خارجی که پشتش بیزینسمنان خالی شد و این سرمایه برگشت، یعنی منافع و منابع اون کشورها رو اینا کشیدن به جاش مش به قول قدیمی آهنپاره دادن به اونا آهنپارهای جنگی. حالا این سرمایه هایی که اینجا جمع شده اینا باید توی چرخه به قول معروف ساخت و ساز بیفته، باید توی چرخه در جریان قرار بگیره که اقتصاد بادکنکی غرب رو بتونن اینا، چون الان مثلا شما نگاه کنید غربی ها اقتصادی در صورت ندارن، همش یعنی پولی در وسط نیست، پشتوانه در وسط نیست، عدد و رقم همش هم کامپیوتریه، شما پول نمیبینید فقط عدد و رقم جابجا میشه. خب حالا اینا وقتی میخوان این سرمایه ها رو یک جایی با قول من رو به کار بندازن، باید یه جایی باشه که این جایی جای آماده شده باشه، باید شخ زده شده باشه، مثل کشاورزی دقیقا. شما امسال وقتی گندم میکاری سال دیگه دیگه اونجا گندم نمیکاری، شخش میزنی یه چیز دیگه میکاری، بعد سال بعدش گندم میکاری به خاطر اینکه محصول بهتری بهت بده. سیاست دنیا هم دقیقا به همین صورت داره میره. اینا اومدن با اومدن خمینی و جمهوری اسلامی اون منطقه رو در حقیقت شخ زدن. یه کاری دیگه هم کردن پشت اون مافیاهای گردن کلوف که اکثرشون هم از یهودیان اسرائیلی هستند، من نمیخوام بگم آدم های بدی هستند به شما، اون یهودیان خب یه کشوری دارن به اسم اسرائیل و این کشور رو باید به قول من تربیتش میکرد. شما اگر نگاه کنید در 40 سال پیش میبینید اسرائیل در اون منطقه تمام دوروبرش دشمن بودن، باش کشورهای عربی همه دشمن بودن. خب چقدر باید هزینه میکرد که مثلا چقدر باید اسرائیل هزینه میکرد که کشورهای اون منطقه باش دوست بشن و به یه چشم دیگه نگاش کنن و این هزینه رو چجوری باید انجام میداد؟ ببینید خیلی راحت اومدن با بودن جمهوری اسلامی کاری کردن که تمام اون کشورهای اون منطقه که همه دشمن اسرائیل بودن همه رفتن تو بغل اسرائیل و دشمن ایران شدن. ایرانی که خودش همه رو کنترل میکرد حالا همه شدن بر علیه ایران. چرا؟ با بودن جمهوری اسلامی. یعنی میخوام پشت داستانا چه خبره. خب اسرائیل الان منافعش رو برده، خودش رو تثبیت کرده و همه جوره هم تو منطقه قدرت داره. حتی پادشاه عربستان مهد اسلام میاد و اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. این بزرگترین دستاوردی بود که جمهوری اسلامی تقدیم کرد به دولت اسرائیل، به سیاست اسرائیل. اینو کاری ندارم و این اتفاقم اتفاقا با خرج کردن منابع ملت ایران این کمک رو به اسرائیل کرد. یعنی شما میبینید پول مردم ایران میاد توی عراق، میاد توی یمن، میره توی سوریه، میره توی لبنان، سرمایه میشه که اسرائیل بتونه اون امتیازات خودش رو بگیره. بازیای جهانیه، یعنی بدبستونایی که با هم دیگه میکنن. یا مثلا هر موقع کارش لنگ میمونه اسرائیل، سریع یه دو تا از این پاسدار چوسکی‌های جمهوری اسلامی میاد یه حلبی علم میکنن، روش هم یه جمله مینویسن، بلافاصله دولت اسرائیل مثلا میره یقه آمریکا رو میگیره یا سازمان ملل امثال اینا و اون حق حسابی که باید بگیره میگیره. آقا ببینید لولو لولو نگاه کنید این میخواد منو بزنه. توی این دقیقه توی این 40 سال هم شما میبینید یه شلیک گلوله هم شلیک نمیکنن اینا به هم. یا مثلا بشار اسد در این 40 سال که حالا برو قبلش با اون پدرش 40 سال جمهوری اسلامی رو میگم، حتی از زمان پدرش یه گلوله مثلا اینا با همدیگه شلیک نمیکنن، در صورتی که اینا مسلمانن اونا یهودی هستند و این باید مشکل داشته باشن با هم دیگه، اما ندارن و یه بازی سوری رو انداخته بودن تا اومد به جنگ سوریه و این مسئله به این قسمتش کاری ندارم. میخوام برگردم سراغ اصل داستان. الان این بیزینسمن ها که پشت این سیاست مدار ها هستن باید سرمایه هاشون رو یه جایی به قول من بکارن که بتونن محصول خوب برداشت کنن. توی اروپا که جای دیگه ندارن اینا برای ساخت و ساز، نمیتونن کاری بکنن که ساخته شده. مثلا توی کانادا هم که ساخته شده، آمریکا هم که ساخته شده، چیزی از توش دیگه در نمیاد به اون صورت. آفریقا رو که ولش کنید کلا، اونو فقط باید بخورن، اصلا ارزش ساختن هم از دید اینا نداره. فقط میمونه خاورمیانه که هم منابع داره و هم زمینش آماده است و بکره برای کاشتن. یه مشکل دارن این سیاست این بیزینسمنای گردن کلوف، مشکلشون هم اینه که
سرمایهشون اگر قراره برن توی اون منطقه توی خاورمیانه سرمایه گذاری کنن امنیت نداره. یعنی خودشون اومدن اونجا رو آشوب کردن که این کار رو انجام بدن، بازی از دستشون در حقیقت یه جورایی در رفت و الان که میخوان این سرمایه رو بقول من بکارن که دوباره برداشت کنن امنیت ندارن. باید چیکار کنن؟ مثلا شما نگاه میکنید در عربستان شرکت نفتی، بزرگترین شرکت نفتی دنیا تقریبا به اسم آرامکوی عربستان و اینا اومدن غربیا خریدن، وارد بورسش کردن و اومدن خریدن. یعنی منافع همه این کشورهای غربی الان بغل گوش ایرانه، کنار دریای خلیج فارس. یا مثلا شهرکی که الان عربستان اون شهر بزرگ رویایی که طرحش رو ریخته و دارن روش کار میکنن، میلیاردها میلیارد دلار سرمایه است. این سرمایه مال کیه؟ مال همین بیزینسمنای پشت این سیاسیونه. خب اینا سرمایه‌هاشون هر لحظه ممکنه به خطر بیفته، بنابراین باید یه جوری اون آرامش رو دوباره برگردونن به اون منطقه. الان میبینید عراق مثلا عربستان داره هزینه میکنه که عراق رو ببره توی سمت خودش و به قول معروف یک دستی به روش بکشه، فعلا ساکت نگرش رو از دست جمهوری اسلامی درش بیاره. با آخوند اینا نمیتونن کنار بیان چون آخوند رو فرستادن برای آشوب. هر جوری هم بالا و پایین باش کردن، آخوندی که مثلا باید بره بشینه توی مسجد روزه‌شو بخونه فلان، حالا آخوندی که میگم آخوند اینا دکور جلوشا، اون دستای پشت سر آخوند که میاد توی انگلیس، روسیه و آلمان و فرانسه و یه قسمتی از آمریکا، اینا اون قسمتی پشت پرده هاست. انچوچکی به نام آخوند دیگه امروز کارایی نداره و باید بره دیگه، نمیتونه، یعنی توانایی اینو نداره که اون منطقه رو آروم نگه داره که سرمایه‌دار بتونه سرمایه گذاری کنه و برداشت کنه. صحبتی که این آقای وزیر امور خارجه آمریکا کرد در حقیقت این بود، به غربی ها اینو گفت که آقا جان منافع شما و ما در اینه که جمهوری اسلامی نباشه. یعنی در حقیقت سویچ سرنگونی جمهوری اسلامی رو امروز این وزیر امور خارجه آمریکا چرخوند. فقط نگفت که ما میخوایم جمهوری اسلامی رو بکنیم دوگونی، فقط اینو نگفت، اما سویچ رو چرخوند برای اون شاخکای اون مافیایی ها. یه اتفاقی الان وسط داره میفته. از چند ماه قبل به این ور شما میبینید مثلا عواملی که باعث شدن، عوامل نامردی که خیانت کردن به ایران 40 سال پیش، مثلا تحت نام کنفدراسیون های دانشجویی، اون چپی ها، اون الاغ ها که فقط بارشون کتابه، شما میبینید از 3-4 ماه پیش به هیاهو افتادن که به قول من دارن بالا و پایین میکنن، از این سوراخ به اون سوراخ جمع میشن، پخش میشن، گم میشن و افتادن به هیاهو. حالا اینا کیان؟ برای چی دارن این کارو میکنن؟ اینا همون نماینده های همون این مافیاها بودن که سال 57 موفق شدن سناریوی غربی رو در ایران پیاده کنن و ایرانو به این روزی که الان دارید میبینید بندازن. دوباره این مافیاها چون نیروی جدیدی ندارن، دست به دامن این انچوچک ها شدن. انچوچک که میگم مثلا فکر کنید امثال نوریالله ها، امثال همیارو پرهام ها، امثال تازی زاده ها و اون پشتی هاشون که یه سری کروکودیل های فسیل، کروکودیل فسیل به تمام معنا در واشنگتن و در لس آنجلس آمریکا، اینا الان دست به کار شدن و دارن یک کارهایی میکنن. اتفاقا خوبه. من فکر میکنم که همون جوری که سال 57 همشون با هم دست دادن به دست هم و ایران رو خراب کردن، امروز هم باید دست بدن به دست هم جمهوری اسلامی رو خراب کنن. منتها ما مردم ایران باید اینجا خیلی زرنگ باشه. وقتی صحبت از ما مردم ایران میکنم یعنی کسانی که جزء این مجموعه ها نبودن، کسانی که این مجموعه ها کاری کردن که اتفاقا این قشر از جامعه که الان یه چیزی اولوشه 70 میلیون جمعیت ایران رو در بر میگیره، زجرشو کشیدن. ولی اونو انچوچک ها یه سری امکانات دارن، یه سری قدرت ها دارن، یه سری اسم ها دارن، یه سری وزنه ها دارن که از اون وزنه ها و از اون قدرت ها میبینید که هنوز هم دارن استفاده میکنن و باز از ناآگاهی ملت ما
اینا دارن سوء استفاده میکنن و به یه جورایی میخوام به شما بگم که هنوز دارن اون کاری رو که انجام میدادن رو دارن انجام میدن. نمونه براتون میزنم، بی بی سی، آیت الله بی بی سی بعد از خیزش دیما که ملت توی دهن این غربی‌ها زدن و گفتن ما چی میخوایم، اینا رو سعی کردن روشونو اینوری کنن و اصلا نشنون، دیدن نمیتونن نشنون، مجبور شدن بیان یه جوری اینو به قول معروف ببرنش جلو و خرابش کنن اون خواسته ملتو. خب دیدید در تمام میزگرد ها و سخنرانی ها و برنامه ها همه اینا رو دیدید، اما کاری که الان داره بی بی سی میکنه یک حیله جدیده، یک مکر جدیده. اون چیه؟ مثلا میاد، من یه برنامه گذاشتم چند روز پیش در مورد رضا تقی‌زاده و نازیلا گلستان. هدف اون برنامه چی بود؟ یعنی به قول معروف سوال اون برنامه چی بود؟ سوالش این بود که آیا، سوال آیت الله بی‌بی‌سی، آیا نظام پادشاهی یا اپوزیسیون طرفدار پادشاهی از یک سیستم، یک تفکر، یک قدرت، یک نظمی برخوردار است برای آلترناتیو شدن بعد از جمهوری اسلامی یا نه؟ دو تا مهمان میاره، یکیش پادشاهی خواه، یکیش کسی که مثلا با شاهزاده رضا پهلوی همکار بوده یه مدتی، همکار که نه، در رکاب ایشون مثلا پشمشتا میدویده و این دوتا رو میاره. اون پادشاهی خواهه گن میزنه و این یکی هم که اومده مثلا در مقابل اون حرف بزنه، این یکی میرینه، خیلی رو عامیانش. برای مخاطبی که فرض کنه توی ایران نشسته و در این برنامه رو میبینه، نگاه میکنه میبینه که خب من رفتم تو خیابون فریاد زدم ایران که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد، من رفتم فریاد زدم رضا شاه روحت شاد، من رفتم از این فریاد زدم، حالا نگاه میکنم میبینم این آقای دکتر که پادشاهی خواهه، اون خانوم هم که چند روزی به قول معروف کفشای دوربری های شاهزاده رو واکس میزده، خب اینا که هیچی تو دستشون نیست، اینا که هیچی ندارن. از نظر یک شهروندی که داخل ایران نشسته، این برنامه اینو القا میکنه به اون طرف. خب این یه برداشت میشه. از یه قسمت دیگه مثلا میای میبینی بلافاصله بعد از اون برنامه، پری روز مثلا تو برنامه پرگار آیت الله بی بی سی، چون من اینو همه رو میبینم، همه اینا رو میبینم، بی بی سی اگر به شما گفت مسیری این وریه، شما برعکسش بیا درسته، یعنی هر چیزی بی بی سی به شما گفت شما برعکس اونو باور کنید درسته. هم بی بی سی هم آیت الله صدای آمریکا و هم حجت الاسلام رادیو فردا فرق نمیکنن، این مجموعه حالا دویشه وله و همسال اینا هم هستن. میبینی مثلا تو برنامه پرگار میاد و میاد میگه که آقا دلیله، خوب دقت کنید به سوال، دلیل این که انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد چیست؟ عمده ترین دلیلش. بعد میبینید یه تاریخدانی که چکیده چریک و چروک و مصدقی و کمونیست و اسلامیست و همه اینا هست، اینو میشونه به عنوان یک تاریخ نگار، یک تاریخدان. بعد روبروی این شخص میاد کیو میذاره؟ میاد آقای رامین کرده سکسی رو میذاره، رامین فرخام. یعنی یک تاریخدانی که چکیده همه چلو چروک هاست اونو میذاره، از یک قدرتی به هر حال این برخورد داره دیگه، یه سری اسناد تو دستشه، اسناد چپی هایی که اون موقع داده میداد میکردن روش، اون میخواد روی اون به قول من بحث علمی بکنه. بعد روبروش میبینید یه گیاهشناس رو میذارن، یه دکی عرفی رو میذارن و توی این برنامه، این برنامه به صورتی جلو میره که شما میبینید اون بیننده که مثلا به عنوان بیننده شما نشستی داری تلویزیون رو میبینی، نگاه میکنی میبینی اه راست میگه آقا بی بی سی، آیت الله بی بی سی راست میگه، جمهوری اسلامی، حکومت انقلاب جمهوری اسلامی یعنی چکیده یا بگم باستاب عملکرد نظام شاهنشاهی در ایران بود. وقتی این دوتا با هم بحث میکنن، اون داره بحث علمی میکنه و اینم داره کلش میخورونه، چرت و پرت میگه. برید نگاه کنید این برنامه، میخواستم یه چند تیکش رو بذارم ولی یه جملهشو حتما میذارم. خب مثلا طرف نشسته توی ایران اینو نگاه میکنه، اونم نگاه میکنه،
بعد از این برم نگاه میکنه میبینه مثلا اگر توی غزه جمهوری اسلامی یه گوهی خورده، دو تا مثلا موشک چیزی این ور بر کرده، بی بی سی 24 ساعت داره برای فلسطینیا عزاداری میکنه، اما مردم کازرون دارن کشته میشن، جوانای کازرون دارن فریاد میزنن یا دارن چی میگن مقاومت میکنن، اصلا براشون مهم نیست، هم یه خبری میذارن درگیری هایی در کازرون انجام شد. همین بیشتر هم نه. خب اینم میبینه، بعد میاد میگه خب اوکی بی بی سی مثلا فلانه، هموطن داخل ایران هم به این نتیجه رسیده که بی بی سی فلانه. میاد تلویزیون های مثلا لس آنجلسی رو نگاه میکنه، مثلا یه کسی مثل شهرام شارلاتان رو میاد میبینه. وقتی برنامه شهرام شارلاتان رو میبینه، میبینه خب شهرام شارلاتان نشسته نماینده مجاهدین رو آورده، داره با این نماینده مجاهدین به عنوان آلترناتیو صحبت میکنه، بغل دستش یک کمونیست نشونده، بغل دستش یک لومپر احمقی مثلا مثل فواد پاشایی رو نشونده، و این برش میبینی اسماعیل نوری اعلا رو گذاشته. صحبتاشون رو که گوش میکنی میبینی اسماعیل نوری اعلا میگه که آقا چون آلترناتیوی در ایران وجود ندارد، ضعف قدرت است و خلأ قدرت است و فلان است و اینجوری است و اونجوری است، و چون اونا نیستن ما اومدیم آلترناتیو بشیم. خب آقای نوری اعلا شما کیایید؟ منم و زنم. خب این از آقای نوری اعلا، اینه و زنش، اون ترکاریاشون یادتون باشه. میای این ورش داستان رو نگاه میکنی میبینی یه کسی مثلا مثل همین رضا تقی‌زاده یا امثال اینا میاد توی این تلویزیون ها خوب دفاع میکنن، از شاهنشاهی بسیار عالی دفاع میکنن، از رضا شاه بزرگ بسیار تقدیر و تشکر میکنن، از شاهنشاه آریامهر بسیار تقدیر و تشکر میکنن، اما یه دفعه به الان که میرسن که چه باید کرد، شروع میکنن حمله میکنن به تنها کسی که مردم تو خیابون صداش کردن، و عقده های شخصی مأموریت های پشت پرده رو میان بیان میکنن. خب شما به عنوان یک ایرانی که داخل ایران هستی، الان شما خودتو فرض کن، من دوستانی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم منهای اینستاگرام بچه های خارج از کشور اکثرن، خب شما تو ایران نشستی میبینی همچین مسائلی هست، اینم از خارج کشورمون، داخل کشورمون رو نگاه میکنی میبینی کسی که بلندگو داره و میتونه حرف بزنه و داره مثلا مبارزه میکنه، میبینی مثلا یه آشغالی مثل صادق زیباکلا، یا مثلا یک شپشی مثل حشمت تبرزدی، یا یک لومپنی مثل محمد نوریزاد، یا ملکی یا ستوده یا امثال این آشغالای دستساز. خب اونم از داخل اونم نگاه میکنه. شما اگر جای اون جوان بودی چی کار میکردی؟ نگاه میکنه باز در خارج از کشور، میبینه که اون کسایی هم که واقعا صدای اون جوانای داخل ایران هستن، یه سری در خارج از کشور افتادن به جون هم دیگه. من قبل از این برنامه داشتم با یکی از دوستا صحبت میکردم، شاید الان هم بیننده این برنامه باشه، مثال میزنم، یارو میاد برنامه میذاره، پست میذاره، وقت میذاره که آقا این سعید واسمی مزدور جمهوری اسلامیست، خودشم وطن پرست مثلا فرض بکنه. خب من ازش سوال بکنم آقا سعید واسمی اگر مزدور جمهوری اسلامیست خطرناکتر است برای منافع ایران، یا اسماعیل نوری علایی که نشسته توی برنامه تلویزیونی داره میگه رهبریت وجود ندارد، ایران سوریه میشود، عراق اینجوری میشود، ایران اونجوری میشود، یا منم و زنم یا هیچکس، کدوم اینا خطرناکترن؟ تو اگر مبارزی باید بری یقه اونو بگیری، یا یقه سعید قاسمی رو مثلا بگیری که مثلا یه ویدیو میذاره 100 نفر میبیننش، کدوماشون؟ یعنی شما اگر یک ایرانیه واقعی باشی، عقده‌ای نباشی، عقب افتاده نباشی، میای یقه کدوم اینا رو میگیری؟ اون خطرناک‌تره یا این؟ حالا همه اینا رو بذارید کنار، همه اینا بماند به کنار، یه دوستی اومده بود نوشته بود برای من که برای صفحه رستاخیز نوشته بود که
آقا چرا شما سوالایی که توی کامنت گفته میشه پاسخ نمیدید؟ ببین دوست عزیز، جدا منهای این برنامه، منهای این برنامه، بقیه برنامه‌های رستاخیز سیمرغ الانم میدونم داری میبینی برنامه رو، کارش افشاگری، اونم مستند. برنامه رو میذاره اسناد میذاره در موردش حرف میزنه، پاسخ هیچ کی هم نمیده. کار ما اینه، هر کی گرفت گرفت، هر کی هم نگرفت نگرفت، مهم نیست. برنامه پرسش و پاسخ اینجا نیست. الان دیدم کامنت گذاشتی، گفتم بهت بگم که داستان از این قراره. اما برگردیم به سراغ وزیر امور خارجه آمریکا و موقعیتی که الان مردم ایران دارن. خب در بازم در کنارش دارم میبینم مثلا یه سری دوستان میان صحبت میکنن که بله اینا دنبال آمریکا، دنبال منافع خودش و دلخوش نباشید. و از این دقیقاً من با شما موافقم. آمریکا که هیچی، بقیه کشورام دنبال منافع خودشونن. اگر آمریکا واقعاً این آمریکا وقتی صحبت میشه اون 39 سال رو بذارید کنار، این یک سالی هم که این آقای ترامپ اومده اینم جدا کنید، اینو باید جدا کنید. شما باید مرز بذارید بین این دوتا، جمع نبندید. این یک سال دولت ترامپ یه جورایی داره به ملت ایران، نه اینکه دوست داشته باشه حال بده، نه، مجبوره یه کاری بکنه. وقتی اون کارو داره میکنه اتوماتیک به ملت ایران داره حال میده، به خاطر اون منافع و مافیاها پشت سر. ولی بزرگترین شانسی که مردم ایران آوردن اینه. مثلا شما میبینید در خیزش دیما یه دفعه رئیس جمهور آمریکا یه توییت میزنه در مورد مردم ایران. خب این توییتی که رئیس جمهور آمریکا میزنه اینو دنیا یه دفعه میبینه. این بزرگترین ابزاریه که دست مردم ایرانه. چرا؟ چون منافع قدرت ها و اهداف ملت ایران در یه نقطه خوردن به هم، رسیدن به هم. نباید گذاشت این نقطه یعنی از این نقطه رد بشه. اگر رد بشه رفته تو باقالیا. باید تو همین نقطه تقاطع یک اتفاقی بیفته که هر کدوم از ماها، چه ایرانی ها و چه این غربی ها، بتونن به یک توافق به قول معروف پای و پای برسن. یعنی هم منافع اینا تامین بشه، هم منافع ملت ایران تامین بشه. و اینم امکان پذیر نیست مگر جمهوری اسلامی از بین بره. کل جمهوری اسلامی. اینا صحبتشون سر یه چیز دیگه است. وقتی به شما گفتم کنفدراسیون ها به تکاپو افتادن، به خاطر اینه که یک پوست اندازی در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. و این پوست اندازی رو شما مثلا میبینید، الان براتون شاید بذارم یه تیکه رو. صدای آمریکا، خوب دقت کنید، خواسته مردم ایران، خیزش دیما، بیا بعدش پیدا شدن پیکر رضا شاه، بعد بیا توی استادیوم رضا شاه روحت شاد، اینا همه رو دیدید شنیدید دیگه. مثلا میبینید یه دفعه صدای آمریکا میاد یک دو سه چهار تا گزارش تهیه میکنه در مورد اتفاقا مردم کازرون، و توی این چهار تا گزارشی که صدای آمریکا تهیه میکنه و پخش میکنه یه جمله‌ای رو میگنجونن، یه جمله‌ای رو اون وسط با فشار، با مشت و لگد، یه جمله‌ای رو اون وسط به قول معروف میچپونن به خورد بیننده بدن. اون جمله چیه؟ جمله‌ای که صدای آمریکا داره میچپونه توی به خورد مردم، اجازه بدید من ببینم میتونم بیارمش یه لحظه، میخوام اون جمله رو خودتون گوش کنید و بعد بریم سراغ بقیه داستان که چه اتفاقایی داره میفته و ما یه سری اون حواسمون نیست. امیدوارم لپتاپ من یاری کنه. به ویژه آنها که در صادرات در واردات. خب دوستان صدای رو بلند کنم ببینید صداش میاد براتون یا نه. میخوام به اون جمله ای که ببخشید که سیستم من مال اصل حجره، اینو گوش کنید. این یه تیکه از گزارش صدای آمریکاست که من ضبط کردم، گوش کنید ببینید چی میگه. حالا دشوار شده است، تحریم های سنگین اوضاع بد اقتصادی را تشدید کرده است. بوئینگ، ایرباس، توتال و زیمنس میگویند در حال بررسی اوضاع هستند، اما تقریبا مطمئن هستند برای رعایت تحریم های آمریکا به فعالیت در ایران خاتمه خواهند داد. شعارهای کارگران اعتراضی مانند مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم
نشان می‌دهد که مردم خشمشان مند مرگ بر خامنه‌ای جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نشان می‌دهد که مردم خشمشان را مستقیما علیه رهبر جمهوری اسلامی و نظام حاکم ابراز بکنند. شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی جای استقلال آزادی شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی جای استقلال آزادی جمهوری اسلامی را میگیرد. متوجه شدید چی گفت؟ دقت کردید آقا؟ دوستان صداش رسید براتون؟ اگه صدا نرسیده بگید من یه بار دیگه پخش کنم، اگر هم صدا رسیده که توضیح بدم. لطفا توی فیسبوک بنویسید دوستان. بله، صدای آمریکا اومده یک گزارش تهیه کرده، همه اتفاقات رو گفته، همه این مسائل رو گفته، داره در مورد مردم کازرون این گزارش رو تهیه میکنه، اما میاد وسطش یه جمله میگه، میگه شعار جمهوری اسلامی تبدیل شده به جمهوری ایرانی. یک ویدیو یکی از شما، هر کسی این ادعا رو میکنه، یک ویدیو بفرستید که مردم در کازرون در اصفهان فریاد جمهوری ایرانی داده باشن. یک ویدیو بدید. چرا میاد این کارو میکنه؟ دو تا دلیل داره. کسی هم اتفاقا بهش اهمیت نمیده. یعنی الان مثلا من اینو گذاشتم، الان دیدید، بعد امشب اگر اخبار یا فردا شب اگر اخبار صدای آمریکا رو ببینید، یه دفعه به این جمله برمیخوری، دینگ صدا میکنه، اه این همون جمله است و این داره مرتب پخش میشه، منتها کسی حواسش نیست. حالا دو تا دلیل داره. یک، دولت آقای ترامپ و این آقای مایک پامپئو وزیر امور خارجه، اولین کاری که میکنن اگر واقعا به فکر ملت ایرانن و دوست دارن توی این مسیری که دارن انجام میدن توی این کار یک کمکی هم به ملت ایران بده و این ماشین ملت ایران هم یه حلی بدن، باید یه کاری انجام بدن. اولین کار، آقا جمهوری اسلامی رو تحریم کن، 100% تحریمش کن، سپاه پاسداران رو اصلا بتره کن، اون سرانش رو از نظر تحریمی، حزب الله لبنان رو بکن تو گونی، بکنش تو گونی، بندازش توی فاضلاب. اما قبل از همه اینا یه کار دیگه بکن آقای صدای آمریکا، آقای وزیر امور خارجه آمریکا، بیا یه کار دیگه بکن، بیا دو تا سنگری که در از دولت آمریکا بودجه میگیرن، از مردم آمریکا، مالیات مردم آمریکا بودجه میگیرن برای برنامه گذاشتن، بیا اینو اول عوضش کن. آقا شما بزرگترین کمکی که به مردم ایران میکنید، اون کسایی که میتونید برای کاخ سفید بنویسید، ایمیل بنویسید، اینو بنویسید، ازش بخواید، بگید ما به عنوان مردم ایران بزرگترین کمکی که از شما میخواید اینه. این دوتا سنگری که از دولت آمریکا دارن بودجه میگیرن رو، اینو ایرانیش کن، اینو بدش به مردم ایران، اینو از دست مافیاها در بیار، اینو از دست مریم لچکی در بیار، اینو از دست امثال اون یارو ننگاور اون چاقال مقالا در بیار. جمهوری ایرانی رو برای چی داره میگه؟ جمهوری ایرانی که الان صدای آمریکا داره میگه دقیقاً ورق دوم جمهوری اسلامیه. ورق دوم جمهوری اسلامی هم نابودی ایرانه، شک نکنید، شک نکنید. مردم ایران تو خیابونا فریاد زدن ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. صدای آمریکا به عنوان یک رسانه مستقل مخالف جمهوری اسلامی مثلا میاد و میگه که مردم ایران شعار میزدن جمهوری اسلامی را نمیخوان، جمهوری ایرانی میخوان. یه بار دیگه شعارشو گوش کنید، عین شعارشو گوش کنید یه بار دیگه. ایرانی جای استقلال آزادی جمهوری اسلامی را میگیرد، جمهوری ایرانی جای استقلال آزادی، شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی جای استقلال آزادی جمهوری اسلامی را میگیرد. به همین سادگی. یعنی شما فکر کن اون جوونی که اومده از جونش گذشته، چون چیزی دیگه برای باختن نداره، از خودش گذشته، اومده تو خیابون خواسته خواهر، مادر، پدر، همه اینا رو فریاد زده،
صدای آمریکا با یه گزارش داره خفش میکنه، میگه تو نیومد بگی ایران که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد، تو اومدی گفتی جمهوری اسلامی نمیخوام، جمهوری ایرانی میخوام. دروغ. کاری که آیت الله بی بی سی از سال 1300 خروس با رادیو بی بی سی شروع کرد و تا امروز هم داره ادامه میده. آقای وزیر امور خارجه آمریکا، شما همه خط و نشونایی که برای جمهوری اسلامی کشیدی دمت گرم. اینا رو 40 سال مردم ایران دارن فریاد میزنن. برای ما چیز تازه‌ای نبود، یه خوبی داشت. دمتون گرم، دستتون رو از پشت جمهوری اسلامی دارید ور میدارید و اینجاش مورد تشویقه، اینجاش مورد ستایش. اما نتیجهش، شما واقعا اگر میخواید پشت مردم ایران باشید، این دوتا سنگر رو بذارید در اختیار مردم ایران. آقا اینترنت، آقای رئیس جمهور آمریکا، شما صحبت از اینترنت کردی در خیزش دیما، گفتی من اینترنت میدم، آپشنای اینترنتی میدم، ندادید. دروغ گفتید به ملت، دروغ گفتید به ملت. این هم باید در نظر گرفت که دولت آمریکا، یعنی مجموعه آقای ترامپ، در حقیقت شاید خیلی از اون قدرت هایی که باید داشته باشه تو سیستم آمریکا نداره، چون دولت آمریکا هم، سیستم حکومتی آمریکا هم اتفاقا تشکیل شده از مافیاهای مختلف و هر کدوم ساز خودشونو میزنن، قدرت خودشونو دارن و دولت آمریکا نمیتونه روشون تاثیر بذاره. این تفکیک هم در داخل سیستم آمریکا هست. یعنی اینم که ما صرفا بخوایم آقای ترامپ نامه بزن دفتر وی او ای صدای آمریکا، این آقای اینو بریز بیرون چهار تا وطن پرست بذار جاش، اینم یه چیز یک باره ای نمیشه. ولی در روندش الان یک سال ایشون اومده، توی این یک سال تغییراتی در این دوتا بنگاه دروغ پراکنی مشاهده نشده. قسم حضرت عباس به قول معروف یا کرکوپر خروس، کدوماش؟ اما نه، دروغ نبود دوست عزیز. خود دولت آمریکا اعلام کرد که داره یه کارهایی میکنه که اینترنت رایگان رو به مردم ایران بده. دروغ نبود و شاید هم یه سری کارها هم کردن تا به امروز. اصلا دروغ نبود، این اتفاق افتاد و اینا واقعیت. حالا بزرگترین امتیازی که ما ملت داریم امروز اینه که منافع، یعنی هدف ما که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، با منافع اینها گره خورده. جفتمون یه چیزی میخوایم. مردم باید اینجا بتونن از این امکانی که بعد از 40 سال بدبختی و دربدری و ناکامی و ناامیدی و کشتار و جنایت و تمام این مسائل، بعد از 40 سال به این نقطه رسیدیم و این غربی ها هم به این نقطه رسیدن، ما باید اینجا بتونیم با اینا وارد معامله بشیم. چجوری میشه وارد معامله شد؟ مردم ایران چجوری میتونن وارد معامله بشن؟ به یه طریق، فقط توی خیابونا حضور داشته باشن، یعنی بازی رو مردم ایران اداره کنن، بازی رو اونا به چرخونن، کاری که مردم مصر کردن. غربی ها اومدن یک سال اون یارو مرسی رو چپوندن توی مصر، اما مردم مصر بلند شدن 90 روز توی خیابون نشستن، 87-8 روز که نشسته بودن، ارتش مصر اومد پشت مردم و اون اتفاق افتاد. یک سال بعدش دنیا با مصر قطع رابطه بود، میدونید همین الانش هم خیلی کشورها قطع رابطه، ولی مجبور شدن به رسمیت بشناسن. صحبت الان اینجاست، اینا خیلی دوست دارن جمهوری اسلامی نباشه، ولی دوست هم ندارن ایران برگرده به سال 1357. به هیچ عنوان اینو دوست ندارن. اینا میخوان جمهوری اسلامی رو برش دارن، یه ذره شاخ و برگاش بزنن، بالا پایینش کنن، دست مسکو و اینو اینو رو قطع کنن، یه سری امتیازات رو بگیرن، یه جمهوری ایرانی به قول اینا بذارن اونجا، نمایندش هم بشن یه سری نیروهای جدید کنفدراسیونی دوباره، و یه 40-50 سال دیگه الان حساب بخورین ببینیم چی میشه دیگه.
اما باز برمیگردیم دوباره به دولت آمریکا. یعنی اینا امتیازاتیه که ما مردم داریم. مثلا میبینید در خیزش دیما اینا خیلی مهمه این نکات ها. وقتی این دوتا منافع خوردن به هم دیگه حالا باید شما بلد باشید چجوری بازی کنید و چجوری از این بازی جام کمالپور اگر هستید من بیارمتون روی اسکایپ قرآن برای من بنویسید. یه دفعه میبینید در خیزش دیما اینا بسیار بسیار مهمه. در خیزش دیما میبینید سفیر آمریکا در سازمان ملل خانم نیکی هلی میاد و صحبت از مردم ایران میکنه، عکس نشون میده، جنایت جمهوری اسلامی رو نشون میده. اینا بزرگترین مردم ایران چقدر باید فریاد میزدن که صداشون تو سازمان ملل شنیده بشه، چقدر باید فریاد میزدن. اما این خانم این کار رو انجام داد. چرا؟ نه برای مردم ایران ها، اصلا برای منافع خودشون. ولی خب مسیر منافعشون با مسیر مردم یکیه. امروز یکیه، این دوتا قطار امروز دارن بغل هم میرن، باید ازش استفاده مثبت کرد. چجوری میشه استفاده مثبت کرد؟ این خیلی مهمه. بذارید من جناب جام کمالپور درود بر شما. یه لحظه من اجازه بدید من صدای اسپیکرمو نصب کنم. یه لحظه جام کمالپور صدای من دارید شما؟ بله بله من صدای شما رو با شما صدای من دارید؟ من صدای شما رو دارم. شما یه درودی با بینندگان داشته باش تا بریم سراغ بقیه برنامه. به نام خاک پاک ایران، به نام اعلیحضرت رضا شاه دوم درود می‌رسم به یکایک شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید، مخاطبین خوب برنامه جناب قاسمی رستاخیز سیمون. خدمت رو عرض کنم که من از ابتدای برنامه جناب قاسمی گرامی صحبت شما رو گوش کردم، چون رانندگی بودم راحت شنیدم و در خدمتتون هستم. سپاسگزارم جناب کمالپور. نمیدونم شما از این داستان سیاست جدید دولت آمریکا با خبر هستید؟ من یه تیکه ادامه مطلبمو بگم بعد میکروفونو میذارم یعنی دوربینو به قول معروف هموطنانو میذارم که شما صحبتتون انجام بدید. اونم اینه دوستان، من یه جمله میخواستم بگم توی داستان بی بی سی از قلم افتاد، اونجا اینجا بود. هم برنامه قبلی که رضا تغییرزاده و نازل گلستان رفتن و در مورد عدم توانایی، خوب دقت کنید، عدم توانایی پادشاهی خواهان برای اداره کشور یعنی آلترناتیو شدن و کمک کردن به آیت الله بی بی سی، و هم این قسمتی که انقلاب اسلامی نتیجه عمل کرده سیستم پادشاهی بود، اون مثلا ایرانیانی که رفته بودن اونجا با بی بی سی صحبت میکردن به یک مورد بسیار بسیار مهم اشاره نکردن. اونم این بود، تو برنامه گذشته گفتم در مورد تغییرزاده که اگر نیروهای پادشاهی خواهی رو نذاشتن هنوز که به اون انسجام اصلی برسند، دلیل اصلیش آیت الله بی بی سی بود و هست. و اتفاقا در مورد نقش عمل کرده حکومت شاهنشاهی که نتیجهش میشه انقلاب از دید بی بی سی، به این مورد مهم اصلا توجه نمیشه که مردم ایران در اون دوره مردمی بودند که رادیو کوچولوشون همیشه در گوششون بود ببینن بی بی سی چی میگه، روشنفکر کی رو میشنده، صدا و سیمای ایران کی رو میشنده. مردم گوش به حرف بی بی سی بودند. این دوتا موز، یعنی این دو نمونه اصلی که بی بی سی باعث بدبختی شد در سال 57 و قبلش 1320 و 28 مرداد امسال اینها، هیچ کدوم از این ایرانی ها اونجا نمیگه که آقای بی بی سی شما بودید که این کار انجام دادید. خیلی جالبه. ببین مثلا یارو ببخشید جام کمالپور میگن که یارو فلان کرده جلوی بادم گرفته،
خب اون کسی که این کارا رو کرده، این بدبختی رو انجام داده، یعنی اون سیاست دولت ملکه انگلستان، شما میرید تو همون سقاخونه ملکه انگلستان میشینی بر علیه کشورت حرف میزنی بدون اینکه یقین رو بگیری. من نمیفهمم چه وطن پرستی اسمش. این جمله بود که باید آقای رامین پرهام اونجا اگر واقعا میخواستی دفاع کنی که گن زدی. دوستانم، دوستان از تو خواهش میکنم، من هیچ وقت توصیه نمیکنم بی بی سی رو ببینید، اتفاقا میگم هیچ وقت نبینید، اما وقتی میخواید ببینید الان داستان از چه قراره و کی قراره مدیریت گذار انجام بده، برید حتما این برنامه بی بی سی رو ببینید و ببینید چی. بفرمایید جناب کمال. سلام سلام خدمتتون عرض کنم. من قبل از هر چیز اول پاسخ این بانو مهرنوش رو بدم که نوشتن که ما خودمون از ایران خارج شدیم و جوان مردم رو نفرستیم جلو. بانو مهرنوش، ما جوان مردم رو نفرستیم جلو، جوان ها خودشون میهن‌پرست هستن و برای آزادی کشورشون، آزادی مردم خودشون همیشه در صحنه هستن. نیازی نیستش که کسی از خارج کشور طرح برنامه ارائه بده به جوان ها یا مردم داخل کشور، اما برنامه‌هایی که ما تعیین می‌کنیم بیشتر اطلاع رسانی افشاگری هست و اگر فکر می‌کنید که مناسب احوال شما یا ظاهر شما رو اذیت می‌کنه می‌تونید نگاه نکنید. اما جناب قاسمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که در رابطه با مافیایی که همیشه در مخصوصا خاورمیانه نقش بازی می‌کنن برای دولت‌ها، برای حکومت‌ها، باید یه مطلبی رو عرض کنم. در زمان حکومت نظام پر افتخار پادشاهی، در زمان شاهنشاه فقیه، من صداتون رو ندارم جناب کمالپور. الو، جناب کمالپور من صداتون رو ندارم بابا. روزش میخواهم، من تصویرم کلن قطع شد. الان داری تصویر منو؟ بله الان تصویرتون هست، هم صداتون بفرمید. در زمان شاهنشاه فقید اتفاقی که افتاد یای اون زمان و سه عنصر اساسی که شما یاد کردید، یکی فروش تسلیحات نظامی و مرحله اول به دست آوردن ذخایر سوختهای فسیلی یا سرگاه نفتی در منطقه، مرحله دوم تسلیحات نظامی و مرحله سوم مواد مخدر در جهان مدیریت میکردن، برنامه‌ریزی میکردن. این مافیا در طول پیشرفت زمان به دو عنصر دیگه احتیاج داشت که باز شکل گرفته و یکیش کشاورزی است الان، فرآورده‌های کشاورزی، و تا چند وقت دیگه مافیای آب در جهان میتونم بگم گوی ثروت از بقیه مافیا خواهد بود. در زمان شاهنشاه فقید اوپک یک اصطلاحی رو برای ایران در نظر گرفته بودن، تجمعی که در اوپک بود، اما اوباب اوپک بود که لقب ایران و شاهنشاه آریامه بود به خاطر توانمندی که در این سرحد از خودش نشون داده بود. یکی از خطرهای بزرگ که مافیای جهان رو به لرزه انداخته بود قدرت پول ایران، یعنی ریال ایران بود که میخواست در اوپک به جای دلار جایگزین بشه و نقش‌آفرینی کنه. و تو دو برنامه قبلی اگه خاطرتون باشه من توصیه کردم به دوستان برنامه‌ای رو ببینن که افشاگری یک اقتصاددان آمریکایی بود و در اونجا با این همه برنامه‌ریزی که کرده بودن موفق شده بودن دلار آمریکا رو قرار بدن در قراردادهای نفتی که سود عاید آمریکا بشه و در یک شرایط اینچنینی ناگهانی بیاد ریال ایران جایگزین بشه. خب معلومه جامعه جهانی و اونم کشورهایی که مافیای پشت پرده هستن بر نمیتابن و ریاکشن از خودشون نشون میدن و میان وسط. این اتفاقات دست به دست هم داد تا بیان رصد کنن از کجا میتونن به ایران آسیب بزنن، از کجا میتونن ضربه پذیری ایران رو بیشتر بکنن. در همین شرایط بارها با از قبل از کودتای 25 مرداد مصدق
احزاب گروه های مختلف مخالفت خودشون رو با رضا شاه بزرگ با شاهنشاه فرید اعلام کرده بودن می‌جنگیدن و کار رسیده بود در دهه 40 به کارهای تروریستی و خرابکارانه بمب‌گذاری و که اینا رو می‌دونید. چپی‌ها، توده‌ای‌ها، کمونیست‌ها، احزاب ارتجایی رادیکالیسم مسلح دست به هر نوع حرکتی بر علیه حکومت پادشاهی در اون شرایط زدن به این امید که حکومت پادشاهی برود و اینها جایگزین بشود. کمونیست کارگری با نگاه کاملا رادیکالی یکی از مجموعه هایی بود که دقیقاً زیر شاخهای خودش رو تغذیه میکرد نسبت به اتفاقاتی که در اون سال خصوصا از دهه 40 آغاز دهه 40 به بعد افتاد. یعنی ما اگر حادثه فاجعه و حادثه سیاکل و سیاکل مازندران رو در نظر بگیریم میبینیم شاخه هایی که شرکت کردن پیشتر عضو یا احزاب توده بودن، حزب توده بودن یا کمونیستی بودن، بعد اومدن شاخه ها رو اضافه کردن. امروز اینو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه اینا حکومت پادشاهی میترسیدن و در نهایت همین مافیایی که شما یاد کردید و من عرض کردم اومدن در یک هواگوشی، چون اینا که قابلیت آلترناتیوی نداشتن به خودی خودشون، این احزاب با توجه به اینکه خیلی فکر میکردن روشن فکر هستن اما از مکس تویی بودن، یعنی فاقد هر گونه تفکر یا ایدئولوژی خاصی یا آرمان گرایانه خواسته باشن نگاه میکنن، فقط احساساتی و فکر میکردن روشن فکر هستن. به همین دلیل قابلیت بارمری برای ساخت آلترناتیو نداشتن و کماکان هم ندارن. مافیای جهانی با اینها همخوابگی کرد. یک بچه حرامزاده بلد چموش ناخلفی رو به بار آوردن و زایش کردن به اسم جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی یک نوه به دنیا آمده به اسم خمینی. پدر و مادر این فرزند ناخلف که همین احزاب چپی ها و و و و بمانند و کشورها کشورهای قدرتمند بودن، از این فرزند ناخلف خسته شدن چون به همونا رکم زد. یعنی بچه‌ای بود که اومد سینه مادرش هم گاز گرفت، به صورت اون یکی هم چنگ انداخت، هر چی که بهش اومدن آموزش دادن قبول کرد. به اسم به قول روانشناسا نمیتونم بگم کانا بود، کانیف بود، یعنی اصلا آموزش ناپذیر بود این بچه خمینی و جمهوری اسلام. در نهایت اینها از توی خونه پدری خودشون که خمینی رو آورده بودن هم بیرون انداخته شدن، یعنی توده‌ای ها، چپی ها و و و بیرون انداخته شدن. امروز دو اتفاق رخ داده، همین مافیا دست به دست هم دادن چون از نظام پادشاهی میترسن، از دو عنصر میترسن. یک، نظام پادشاهی برای ایران یعنی زنگ خطر برای همین گروه ها، احزاب و مافیای جهانی. دومین عنصر خطرناک برای اینها خاندان ایرانساز پهلویه. ما حالا با خاندان پهلوی اصلا کاری نداریم، با نظام پادشاهی. با توجه به شرایطی که رخ داد در دیما که باز برای صدامین بار میگم کلیه اپوزیسیون ها، احزاب، گروه ها، سازمان ها شوکه شدن که چه اتفاقی افتاد، اصلا منتظر نبودن و ناگهانی این اتفاق افتاد. در کنار اون همین مافیا شوکه شدن تو ایران چی شد، ناگهانی الان منافع ما چی میشه اگر مردم ادامه بدهن و جمهوری اسلامی سرنگون بشود، منافع ما کجا میره، کی میخواد بیاد، آلترناتیو کجاست. مردم گفتن جهان مطلع باشید، گروه چپی ها، روشن فکران فسیل دهه 40 و 50 که ما رو بدبخت کردید، حواستون باشه آلترناتیو ما رضا شاه دوم پهلوی است. نوع حکومت رو انتخاب کردن چی؟ نظام پادشاهی. تمام این زیر شاخه های مافیا و رو شاخه های مافیا همه با هم لرزیدن.
دستورالعمل صادر شد برای کوبیدن. شما نگاه میکنید میبینید تمام تلویزیون ها، حتی همون شهرام همایون شارلاتان، همون شهرام همایون شارلاتان که میاد اعلام میکنه خودش مثلا طرفدار پادشاهی هستن و هزاران دروغ و دفنگ دیگه که میگه، در میبینیم زیر پوستی داره تبلیغ برای جای دیگه میکنه، زیر پوستی میاد یه حرف دیگه رو میزنه. آیت الله بی بی سی یا به قول شما فردا، صدای آمریکا میان شرایط رو واژگون میکنن. این بحثی که جمهوری ایرانی اگر خاطرتون باشه اولین اتفاقی که رخ داد در یک برنامه بود که نوری اعداد در کل آلمان اجرا کرد. یعنی ببینید مافیا از کجا دارن خط میدن، چه برنامه ریزی کردن. 4 ماه 5 ماه پیش خط رو دادن به نوری علا و یک سری فسیل های فرصت طلب ضد مردم ایران و ضد کشور، دو ماه پیشونه و مشو اجرا میکنه و بعد از اون خود صدای آمریکا یا بی بی سی یا رسانه های دیگه این مافیا میان اونها به دروغ میخوان به مردم خوراک تبلیغاتی بدن، تغذیه بکنن، تفکرات مردمی رو به انحراف بکشونن که چی؟ مردم ایران جمهوری ایرانی میخواد. جناب قاسمی شما میفرمایید که یک نفر یک ویدیو بیاره از کازرون یا اصفهان که مردم این شعار دادن. من با پروانه شما پا رو فراتر میذارم. یک نفر فقط اگر یک ویدیو در حد 1 ثانیه، در حد 2 ثانیه بیاره که گفته باشن در 140 شهر ایران، چه از 140 شهر ایران که گفته باشن جمهوری ایرانی، فقط همین 2 کلمه جمهوری ایرانی هم با این هست. مردم یک صدا توی نماز جمعه رضا شاه رو صدا کردن، در استادیوم رضا شاه رو صدا کردن، در نماز جمعه کازرون درگیری بعد از نماز جمعه کازرون همه رضا شاه بزرگ و شاهزاده رضا پهلوی رو صدا کردن. فرار مافیا از دست تفکرات پادشاهی خواهانه مردم ایران کاملا هدفمند و مشخصه. اگر امروز ما شاهد این هستیم که همون گروه های چپی شروع کردن بر علیه پادشاهی خواهان، بر علیه نظام پر افتخار پادشاهی سمپاشی میکنن و شروع کردن یک سری برنامه هایی که خواسته باشن این ایدئولوژی رو و این خواسته مردمی رو، مهمتر از دو عنصر قبل خواسته مردمیه، شروع کردن اینها رو سرکوب بکنن کاملا مشخصه. جناب قاسمی روز گذشته باز یک سری از این فسیل های که در 57 هم این آشوبی که اتفاق افتاد، شورشی که شکل گرفت، ما رو بدبخت کرد، برنامه گذاشته بودن که قطعا فردا یا پس فردا در خدمتشون خواهم بود، از خجالتشون بیرون میام، که طرفداران نظام پادشاهی رو به عنوان خائنین و میهن فروشان یاد کردن. خب من اینجا با عرض پوزش، من میدونید بددهنی نمی کنم، اما میخوام بگم شما چقدر احمقید، شما که میاد این برنامه رو میذارید، چقدر بیشعور هستید که دارید به خواسته مردم ایران توهین میکنید. از همین الان انقدر شعور ندارید که مردم ایران یک صدا فریاد کردن رضا شاه روحت شاد، یک صدا فریاد کردن شاهزاده برگرد، و شما دارید به شعور یک ملت توهین میکنید. بحث طیف سیاسی رو شما نمیتونید لحاظ کنید که اگر مخالف طیف پادشاهی هستید اون یه بحث جداست، اگر وجود دارید در دو مناظره‌ای که گذاشتید اون 4 تا پروپوتی هم که داشتید ریخت، حالا میرید یواشکی به برنامه میذارید، اشکالی نداره، از ترستون نمیاد آقای قاسمی رو بیارید یا من نوعی رو بیارید که باز زایه بشید، این هم اشکالی نداره. اما اگر میخواهید حرفی رو در رابطه با طیف پادشاهی بزنید، سعی کنید با منطق باشه، با برهان باشه، با سند باشه و به شعور مردم توهین نکنید. شماهایی که میایید میگید جمهوری اسلامی باید سرنگون بشود، شماهایی که میگید بعد از جمهوری اسلامی رأی مردمی هست، شماهایی که میاد میگید بعد از جمهوری اسلامی دموکراسی سکولاریسم باید
قطعا ارضا بشود. چگونه هستش که همین الان رأی مردمی که فریاد زدن یک صدا در سراسر ایران گفتن حکومت پادشاهی، گفتن اعلیحضرت رضا شاه دوم رو خواستن و درود فرستادن به خاندان ایرانساز پهلوی رو میایید سانسور میکنید، بایکوت خبریش میکنید و به دروغ فریبکاری میکنید، عوام فریبی میکنید، میگید مردم گفتن جمهوری ایرانی، مردم نگفتن. کلش اگر خواسته باشن بگن 30%، طبق چه مقیاسی اینها میان این حرفا رو میزنن؟ طبق مقیاس آیت الله بی بی سی، طبق مقیاس رادیو فردا آمد دیروز و صدای آمریکا و این عناصر از پیش مهندسی شده ای که مافیا بهشون دیکته کردن. اگر جمهوری اسلامی برود و حکومت پادشاهی بیاید، منافع تمام ما تموم پاشیده. چرا؟ چون برای ثانیه به ثانیه کیسه دوختن، برای ذره ذره قطره قطره نفت ایران کیسه دوختن، برای خاک ایران کیسه دوختن. خب معلومه چه حکومتی بهتر از جمهوری اسلامی میتونه تمام منافع ملی رو به حراج بذاره؟ معلومه اگر حکومت پادشاهی بیاد یک همچین اجازه ای رو نمیده و به دنبال برابری و منافع و احترام متقابل هست. اگر یک ریال منفعت برسونه هنر نکنه، دو ریال منفعت بگیره، همون یک ریال رو برمیگردونه تو ایران. ما هر شاهد این هستیم هزاران هزار میلیارد دلار داره خارج میشه، یک پنس هم برنمیگرده تو خاک ما. این منافع هستش که به خطر میفته، مجبور هستن یا برنامه بسازن درم به زنگاه ها. در چه به زنگاهی؟ ما حادثه که دیما رو داشتیم، همزمان با اینکه اومدیم به دیما بپردازیم، آی اوستنی و دار دسته کلاشش شروع کردن برنامه ساختن، شروع کردن. 22 بهمن مردم بریزید بیرون و تمام داستانش رو همه میدونن. از 57 به این ور نگاه کنید، در جایگاه هایی که مردم خواستن حرف بزنن، حتی سال 78 قیام دانشجویی کوی دانشگاه، برید ببینید چه اتفاقاتی همزمان با قتل‌عام دانشجویان، با در زمانی که دانشجوها را از پشتمون کوی دانشگاه در امیرآباد شمالی پرت می‌کردن پایین، همزمانی که دستور تیر مستقیم دادن به این که اگر دانشجوها از خیابون جمهوری به سمت پایین بیان قتل‌عامشون می‌کنیم، صدای آمریکا، آیت الله بی بی سی و این رسانه‌های موافق جمهوری اسلامی چه چیزهایی رو منتشر کردن؟ از بنوشهر محمدی، از اکبر محمدی اومدن یک سری عراجیفی رو بافتن که مردم باور کنن، قبول کنن، تمام. بعد چه اتفاقی افتاد؟ امثال سعید زینالی ها بعد از 19 سال نه معلوم کشته شده، نه معلوم زندانی است، نه چیزی، پدر و مادرش در به در دنبالشن بعد از 19 سال. در اتفاق سال 84 همینطور، در اتفاق سال 83 اکبرآباد اسلام شهر همینطور، در اتفاقات سال 88 بدتر از هم همینطور رقم میخوره میاد تا میرسه به سال 96 ما همینطور. و امروز وقتی میبینن که اصفهان بلند میشن، کشاورزان اصفهانی تو خیابون جلوشون رو میگیرن، سرکوب میکنن، رسانه ها چه چیزی رو انتقال میدن؟ یک سری ویدیوهای سفته شده دروغی، یک سری ویدیوهایی که فقط سنگهای کوچیک شده است، سانسور خبری، خفقان خبری، عوام فریبی، در نهایت به مردم القا میشه که جمهوری اسلامی قویه، یک دیوی ازش ساخته میشه که هر کاری مردم بکنن سرکوب خواهد شد. در بحث کازرون میان مبحث تجزیه و جداسازی کازرون رو مطرح میکنن. اتفاقاتی که میفته بیشتر از اون چیزی که از نظر مالی مردم آسیب ببینن، حکومت آسیب میبینه. اما رسانه ها چی رو نشون میدن؟ اگر رسانه های مجازی نباشه، اطلاع رسانی مردمی نباشه، این رسانه ها چی رو نشون میدن؟ هیچی.
نیروی زنبور از شهرستان های دیگه حرکت بکنن به سمت کازرون، مردم راه رو تو جاده میبندن قبل از کازرون و پای میکنن که نیروهای زنبور برگردن. شما کوچکترین خبری رو از این رسانه ها نخواهید در این زمینه. ویدیوهای منتشر شده در دنیای مجازی که نیروهای سرکوب رو دارن میزنن، اسیرشون کردن، مردم با جرأت و با غیرت دارن از مردم میخوان دیگه نیروها رو نزنید. ببینید رسانه ها چی رو نشون میدن؟ هیچی. دارن نشون میدن که نیروهای سرکوب دارن مردم رو میزنن. چرا؟ چون وظیفه دارن مردم رو بترسونن. یکی از شرط وظایفشون ایجاد رعب و وحشت در شرایط حساس و به زنگاهایی که جمهوری اسلامی حکومتش به خطر میفته. مجموعه ابزارهایی که مافیا در نظر میگیرن لحاظ کردن برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی در شاخه های گوناگون به چشم میخوره. تا برسیم به صحبت مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا. وقتی وزیر امور خارجه یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا میاد یک همچین صحبتی رو در رابطه با داخل کشور، شرایط بحرانی، نوع سرکوب حکومت نسبت به مردم بیان میکنه، چند اتفاق خیلی مهم میتونه رخ بده. تمام حوادثی که تا امروز رخ داده از زمانی که دونالد جیم ترامپ اومده رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شده دو منظور است. اگر ما ایرانی ها هنر داشته باشیم بتونیم از شرایط ایجاد شده، از این مواردی که ابزارهاش در اختیار ما قرار داده شده، از این تهدیدها که داخل داده میشه، ما با این ابزارها فرصت سازی کنیم برای خودمون، برنده و پیروز میدانی. چرا؟ ایالات متحده آمریکا میاد به خاطر منافع خودش و متحدانش یک سری از عوامل جمهوری اسلامی رو در تحریم هوشمند مورد تحریم قرار میده با شرایط خروج از برجام. مارک پامپئو میگه اگر حکومت جمهوری اسلامی مردم رو خواسته باشه اینجوری سرکوب بکنه، ما سکوت نخواهیم کرد و این کارا رو انجام میدیم. خب این یه برگه برنده شد دست مردم، یعنی اون رازه بول و دیو پوشالی که این رسانه ها ساختن در یک برنامه کاملا مشخص پاشید روی زمین. چرا پاشید روی زمین؟ چون همزمان با اون هم آمریکا هم متحدانش دارن فشارهایی رو در خاورمیانه روی جمهوری اسلامی میارن و اگر فشار از درون و بیرون جمهوری اسلامی همزمان به صورت موازی بره جلو و کارش رو انجام بده، جمهوری اسلامی متلاشی خواهد شد. میان در عراق قاسم سلیمانی رو مقتدی صدر بیرون میکنه از عراق. در سوریه یعنی اتفاقی که الان داره رخ میده در بیانیه‌ای که دونالد جیم ترامپ داده، اگر اون چهار ماده رو به عنوان متمم برجام جمهوری اسلامی قبول کنه ما مشکلی باش نداریم. جیم ترامپ گفته یا نه منو. اون چهار اصل چیه؟ یکیش اینه که از تمام مواضعی که جمهوری اسلامی به عنوان پایه‌گذاری خودش از روز اول سال 57 به جامعه جهانی تزریق کرده، به منطقه در خاورمیانه تزریق کرده، به تفکرات مردمی در داخل کشور هم تزریق کرده، باید عقب نشینی کنه. یعنی نمیتونه بگه در اسرائیل، یعنی دیگه نمیتونه امکانات به حزب الله لبنان و حماس برسونه. یعنی از منطقه لبنان باید بیاد بیرون، از سوریه باید بیرون بره، از عراق باید بیرون بره، از یمن باید بیرون بره. هر جایی که مواضع خودش رو تحکیم کرده، منسجم کرده برای نقش‌آفرینی و عملیات‌های داخلی یا جنگ‌های نیابتی و حتی عملیات‌های تروریستی باید خارج بشه. خب چه اتفاقی رخ میده؟ یا جمهوری اسلامی مجاب بر این خواهد شد که قبول کنه یا قبول نمی‌کنه. اگر قبول بکنه تمام آن چیزی که در طول 40 سال ساخته
به ناوا میاد رو زمین، حامیان خودش در داخل کشور بلند میشن. آقا 40 سال جوانه ما رو کشتی، بردی سوریه و لبنان و نمیدونم عراق و یمن و این همه اموال رو دادی رفته که الان بیای بیرون، پس جوابگوی اونا نمیتونه باشه. و قطعا به دلیل اینکه اصلا این سیاست باعث این شده که 40 سال حکومت بکنه، پس قبول نخواهد کرد، یعنی این چهار بند رو قبول نمیکنه. مرحله دومش چیه؟ اگر قبول نکنه، رژیم جمهوری ننگین اسلامی باید تغییر پیدا کنن. توسط چهار عواملی؟ باز اینجا دو شاخه پیدا میشه. یا ما مردم چه در اون مرز چه برون مرز همت میکنیم، همبستگیمون رو منسجم میکنیم، اون مواردی که باید اتفاق بیافته، اهم از تظاهرات، اهم از اعتراضات، اهم از اعتصابات، تمام اینها رو به صورت همزمان انجام میدیم و ما مردم ایران این کار رو انجام خواهیم داد، جمهوری اسلامی سرنگونش میکنیم. و اگر جامعه جهانی ببینه که نه، مردم ایران این توانمندی رو ندارن، به هر دلیلی، به هر نحوی از امرها که شما فکرشو بکنید، مردم ایران نقش آفرینی نکنن و نتونن سناریو سرنگونی رو به پایان برسونن و در پایان این کار بنویسن با جمهوری اسلامی فاتح، جامعه جهانی به خاطر منافع خودش مجبور این کار بکنه. اما حادثه‌ای که رخ میده چیز دیگه برای ماست. اون زمان هستش که از توی لبلو یک حکومت دیگه رو در میارن، به زور دوباره میخوام به ما غالب کنن. آیا ما مردم ایران میتوانیم در دو جایگاه کشته بشنیم؟ یک بار در زمان سرنگونی یک سری ها کشته میشن، چه نیروهای خارجی خواسته باشن وارد کشور بشن، چه مردم ایران خواسته باشن این کار رو بکنن. یه سری از مردم ما کشته خواهند شد. سرنگونی در تمام دنیا این عواقب رو داره. و اگر اتفاق دوم رو نیروهای خارجی این کار رو بکنن، یک بار دیگه در درگیر نیروها خواهیم شد، دوباره باید با اونا هم بجنگیم که بیرونشون بکنیم، باز یه سری دیگه کشته خواهند شد. خب مگه دیوانه ایم؟ 40 سال جمهوری اسلامی میلیون ها انسان بیگناه رو کشته، میلیارد دلار رو به تاراج و به یغما برده، سکوت کردیم و الان هم بشینیم در هر مقطعی ما مردم ایران گوش بدیم. مرد یک بار، شیون یک بار. جامعه جهانی امروز دست به دست هم دادن تا همگام با مردم ایران جلو بیان و حمایتشون بکنن. به فکر و به حرف این فسیل‌های چپی و واپس مونده و بالا آورده از زمان 57 نباشید که به دنبال این هستن ما آلترناتیو سازی کنیم و نمیدونم اینها. اگر این توانمندی رو داشتن 40 سال صبر نمی‌کردن. هیچ کدوم از اینها، انقدر اسامیشون هم زیاد جان واسه می آدم خواسته باشه بگی یک سال بعد اسم بگه، هیچ کدوم از اینها قدرت فکری در این حد برای آلترناتیو سازی ندارند. حتی جمهوری خواهان خودشون موندن، خودشون قبول دارن. بعد از دیما اعلام کردن تنها شخصی که توانایی داره، تنها شخصی که به هر دلیلی، چه در جامعه داخلی کشور ما، چه در جامعه بین‌المللی، این پتانسیل به صورت بالقوه در شخصیت و شاکله اصلیش به صورت ذاتی هست، علاوه بر شاید دومه. پس ماهایی که ادعا میکنیم پادشاهی خواه هستیم، ماهایی که ادعا میکنیم هوادار حکومت و دنبال ایجاد سامانه پادشاهی بعد از جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت هستیم و از طرفداران و وفاداران به خاندان ایرانساز پهلوی و ابوالفضل منتظر چی هستیم؟ متأسف میده چه اتفاق مهم دیگه هستیم؟ منتظر این هستیم که 4 تا منگولیسم عقب مونده ای که از لقای مصنوعی در سال 57 شکل گرفت، چون اتفاق افتاده، اونها بیان برای ما نوزه ببیچن، آلترناتیو سازی رو تازه از الان شروع بکنن
چه کسی رو مثل اسماعیل به قول آقای قاسمی نوری الله و خانمش رو بیان خواستاشم به ما غالب بکنن؟ اینا خودشون میدونن مردم ایران زیر باری همچین مزخرفاتی نمیرن. یک پرده دیگرش هم این هستش که با توجه به تمام اتفاقاتی که در طول این سالها رخ داده و میدونن چه حجمه هایی رو به مردم ایران وارد آوردن، همین فسیل ها، همین دایناسور هایی که دیگه الان فقط ازشون 4 تا اسکلت مونده، اگر پس فردا بعد از جمهوری اسلامی وارد ایران بشن، مردم ایران بهشون نمی کنن، مستقیم میبرنشون دادگاه میگن آقا یه باید دادگاهی شن. اینا پدر ما رو در آوردن. کسانی که سال 57 اینا بارها گفتن سال 57 به جای اینکه باز هم مبارزه کنن، به جای اینکه باز هم با آخوند و با خمینی و دار دسته دزد و دجالش مبارزه کنن، اینها رو از ایران بیرون کنن، یا قایم شدن تو خونه هاشون، یا اونایی که داره پست و مقام بودن رفت بهشون پیش دادن، یک سری از وفاداران هم که در همون یک ماه اول خب با آنهایی که رفتن به اینها آموزش دادن که 40 سال مردم رو بشاکت بکشونن رو به مرگ و نابودی برسونن، مردم چیکار خواهند کرد؟ کسی که ارزه نداره، شرف نداره، کسی که جرموزه اینا نداره، کسی که وجود اینا نداره برای کشورش، برای مردمش، برای پرچمی که قسم خورده بهش جونش رو بده، غلط میکنه میره تو کار نظامی، غلط میکنه میره تو سازمان اطلاعات و امنیت کشور که بعد در سال 57 بلنش بره به آخوند جماعت آموزش بده. خب اینا مردم ول میکنن، اینا باید بیان جواب بدن. تمام اینها رو جمع کنید، نتیجه این میشه که نذارن جمهوری اسلامی سرنگون بشن و در هر اتفاقی که مردم نقش آفرینی میکنن به عنوان حرکت های خودجوش برای سرنگونی جمهوری اسلامی، تمام این اراذل و اوباش میریزن وسط، آب و گلالود کنن که ازش ماهی بگیرن. حالا این وسط مردم کجا هستن؟ مردم چیکار میکنن؟ من در خدمتتون هستم جناب قاسمی. سپاسگزارم از شما. سپاس از شما جناب کمالپور. اول من یه چیزی بگم، دوستا توی فیسبوک لطف کنید برنامه رو پخش کنید، حالا حالا هستیم در خدمتتون، حالا حالا هستیم. توی این اینستاگرام یکی از دوستان یه مطلبی جالبی نوشته بود که من اینو همیشه قبلا هم گفتم، نوشته بود که خیلی جالبه ما همش 24-5 تا وطن پرست داریم، حالا از دیده ایشون که نشستن دارن این برنامه رو توی اینستاگرام میبینن، اما اگر برید پای برنامه نمیدونم کی اون یکی از این انچوچک های صادراتی هست توی کاناداست فکر میکنم، میبینی همزمان درجا 20,000 نفر دارن نگاش میکنن. خب دوست عزیزی که اینو نوشتی، آخه من از اون چیزا ندارم، خب من اگه داشتم مطمئن باش من هم نگاه میکردم. از این بگذاریم، این یه شوخی بود مخواستم به قول معروف. ببینید جناب کمالپور، کاری که این کروکودیل ها کردن در حقیقت به این صورته، میخوام یک مثال بزنم برای دوستان ببینید داستان از چه قراره. شما فرض کنید بازی مسابقه فوتبال توی استادیوم شهیاد، استادیوم آریامه داره برگزار میشه، یعنی الان فکر کنید این اتفاقای جهانی که داره میفته و داخلی ایران، این بازی فوتبال توی استادیوم شهیاد آریامه، اینا کاری که کردن ماها رو آوردن، ما ملت رو. اگر کسی به اون منطقه آشنایی داره داشته باشه میدونه یک منطقه دوروبر همون فرودگاه مهرآباد هست به اسم شادآباد، ما رو بردن تو شادآباد بشینیم مسابقه نگاه کنیم. خوب دقت کنیم بازی کجاست؟ توی ورزشگاه آریامهر. افکار ملت رو کجا اینا بردن؟ بردن توی شادآباد، یعنی 20 کیلومتر اونورتر، و ما فقط سر صدا رو داریم میشنویم، بازی رو نمیبینیم، یعنی وارد این مجموعه نیستیم، نمیذارن ما وارد بشیم. وقتی شما وارد اون مجموعه، اون تو شادآباد نشستیم داریم گل کوچیک بازی میکنیم، این برمیگرده به قسمت اول برنامه که گفتم یارو میان میگن که آقا این شخص مزدور، اون شخص مزدور فلان، مثلا شخصو میگن. سیاست ها اگر به اون درجه رسیدید که بیاید یک مافیا رو ریشهشو بزنید، کارتون درسته، افشاگری کنید، یعنی به شخص نپردازید چون شخص مهم نیست. هر کی نه سید قاسمی، خطری سید قاسمی برای شما نداره، برای کشورت
ولی اون مافیایی داره، امثال نوری علاها دارن. حالا ما رو بردن تو شادآباد، دارن داریم گل کوچیک بازی میکنیم، بازی تو ورزشگاه آریامهره. ما تا نتونیم وارد ورزشگاه بشیم و اون موقعیت رو ببینیم، اون به قول معروف فضا رو ببینیم، اون جو رو ببینیم و اصل بازی رو با چشممون نبینیم، نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون داخل استادیوم. شما مثلا فوتبال داری از صفحه تلویزیونت میبینی، همون رو میبینی، همون کادر رو میبینی، ولی وقتی وارد استادیوم میشی اون جو و اون فضای استادیو دیوانت میکنه. تازه اونجا متوجه میشی که یه قطره کوچولویی هستی بین اون همه جمعیتی گونه نشسته، اصلا صدات گمه و اینا میخوان ملت به اونجا نرسن، امثال این فسیلا. بگذاریم از این، بریم سراغ یه داستان دیگه. شما مثال زدی راجع به iOSMI یا خوب دقت کنید دوستان، ائتلاف اپوزیسیون یکی به اضافه نمیدونم چند، 5 به اضافه 6 یادتونه، 5 به اضافه 1. حالا اینا اومدن یه همچین ائتلافی زدن. من امروز یه چیزی بهتون بگم خندتون میگیره که هیچی باید کلتون رو بکنید به دیوار. سخنگوی اون ائتلاف که میشه شخص شیاد بیناموسی تازی به نام علیرضا تازی زاده، سخنگوی اون ائتلافه. خب در یک برنامه در برنامه چالنگی میاد و صادق زیبا کلامو میکنه، یک شخصیت مبارزاتی برای ملت ایران. دیدید جناب فرهاد تو برنامه مسعود صد توضیح دادن، من تمام می‌خواستم تو برنامه قبلی بگم که نشد، ایشون توضیحاتشون دادن، میتونید برید ببینید. خب ولی جناب کمالپور جالب تر الان بهتون بگم، من نمیدونم شما چی میگید، امروز علیرضا تازی زاده در برنامهش میدونید ملت چی میگه؟ دست به دامن قاسم سلیمانی شده که آقای قاسم سلیمانی جون اون مادرت بیا کاری برام بکن. باورتون میشه؟ باورتون میشه کسی که میگه من مخالف جمهوری اسلامی ام، قاسم سلیمانی که این همه خون رو دستش هست، ایشون داره بهش میگه شما یک وطن پرستی، بیا و این مردم رو نجات بده، خاک بر سر اون مردمی که قاسم سلیمانی میخواد بیاد نجاتتون بده. اینو کی داره بهتون میگه؟ اینو علیرضا نوریزاده، سخنگوی ائتلاف یک به اضافه 10 که پشتش کمپانی جورج سروسه. از یه طرف میاد میگه من مخالف جمهوری اسلامی ام، از یه طرف میاد صادق زیبا کلامو حمایت میکنه، از یه طرف میره با تجزیه طلبان کرد نمای اون دوتا حزب میشینه و و و، از یه طرف میاد تو برنامهش میگه آقای قاسم سلیمانی جون اون مادرت بیه کاری بکن، تو میتونی ایران نجات بدی. حالا فکر کنید اون مردمی که داخل ایران نشستن همه اینا رو دارن میبینن، همه اینا رو دارن میبینن. آره جناب کمالپور، امروز این آقا میگه که آقای قاسم سلیمانی جالبه ها، پروژه سپاه قدس یادتونه، سردار چی؟ عارف، عارف سردار عارف یه همچی چیزی. حالا اسماعیل علیرضا نوریزاده پرچم شیر خورشید بغل دستش داره میاد این کار میکنه. اما یه مطلب دیگه بهتون بگم، چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه، کسایی که برنامه های رستاخیز رو دیدن ما به این مورد اشاره کردیم، از جمله تو برنامه جناب کمالپور هم من یه تیکه در مورد این گفتم. شما یه دفعه میبینید یکی از لوله آفتابه های جمهوری اسلامی در واشنگتن به نام هوشنگ امیراحمدی که خودش از یکی از مدیران نایاک هست، میاد یه دفعه تغییر چهره میده و پرچم شیر خورشید میذاره و میگه رضا شاه امیراحمدی. همون موقع اگه خاطرتون باشه جناب کمالپور، من تو برنامه شما بلافاصله بعد از برنامه همایون اومدم و گفتم منتظر سناریوی جدید نایاک باشید، پوست اندازیش باشید. یه دفعه پنج روز خبر میاد که یارو کیه، تریتا پارسی و مارسی و این آشغالا رفتن کنار، اما اون سیستم سر جاشه. فکر نکنید نایاک از بین رفته، نه، نایاک تغییر جنسیت داد، چون اینا این مجموعه مافیایی ها این عواملی که دارن و جوری آموزش میدن که اینا دوزیست باشن، هم تو خشکی بتونن زندگی کنن هم تو آب بتونن زندگی کنن، مثل وزق. وزق هم دوزیسته، اینا هم دوزیستن. الان چون اون دیگه کارایی نداره و مافیایی ها تصمیم گرفتن آخوندها رو
و سیستمشون رو پشت رو کنن، تغییر جنسیت بهش بدن، جمهوری ایرانیه رو بذارن جاش، این اراذل نوباش هم باید تغییر ماهیت بدن، تغییر جنسیت بدن. الان اون نایاک میاد کنار، یه نایاکی دیگه اومده جلو، اتفاقا مبلغش هم کسیه به نام شهرام شارلاتان تو تلویزیون پادشاهی خواهی، پرچم شیر خورشید. آدما همون آدما کیا؟ اسماعیل سر به خلا از یه طرف میاد میشست و از اون پشت، از این ور مجاهدین تغییر جنسیت داده شده در آمریکا تحت عنوان ایرانیان مقیم آمریکا که همون مجاهدین باشن، میبینید اونا میان از پشت، ائتلاف ائتلاف ده میشه. از این ور علیرضا نوریزاده سپاه قدس پاسداران میاد میگه سردار قاسم سلیمانی جون اون مادرت بیه کاری بکن، پرچم شیر خورشید، علیرضا نوریزاده، صحبت پادشاهی، تغییر رژیم، خاتمی و از این مسائل. از یه طرف دیگه میبینید دکتر رضا بنگیزاده میره میشینه تو بی بی سی اون گوها رو میخوره. از یه طرف میبینید رامین پرهام میاد میره توی لندن میشینه بغل سازگارا، احمد رفعت نامدار بقای یزدی و یه مش لجن دیگه اون گوه رو میخوره. همه این مجموعه رو که شما نگاه کنید از توی بی بی سی و صدای آمریکا میزنه بیرون که جمهوری اسلامی تبدیل شده به جمهوری ایرانی. این اون کلاه بزرگی که داره سر ما ملت میره اگر حواسمون نباشه. بفرمایید جناب آقا. خواهش می‌کنم خدمت رو عرض کنم جناب قاضی، تمام اینها همون شاخه‌های مختلف مافیا هستش که در حال شکلی هستن یا به قول شما در حال پوست اندازی هستن و افراد جدیدی رو دارن میارن وسط و مطرح میکنن و تنها عنصری، تنها عاملی، تنها شاخصی که این وسط میتونه نقش آفرینی کنه و به درستی نقش آفرینی بکنه تا جلوی تمام این ترفندها و سیاه‌بازی‌ها رو بگیره مردم هستن، اونم که با دانش، علم و آگاهی کامل خواسته باشن تمام این صحبت‌ها رو درست گوش کنن، بتونن به ماهیت اصلی اینا پی ببرن، فریب نخورن با سیاه‌بازی اینا و با عشق تمثال اینها، فریب نخورن و مسیرشون منحرف نشه. مردم الان چرا من پویسرم میگم مردم؟ به خاطر اینکه سیبل مقابل این مافیا مردم هستن، تمام این کارها رو دارن میکنن برای فریب مردم. پس اگر مردم این میدون رو برای این افراد، برای این مافیا باز نذارن و بهشون اجازه ندن و بهت کنن که یه سال 57 نیست، نمیتونن به راحتی مردم رو فریب بدن، راه بسته میشه، اتفاقاتی که میافته به نفع کشور و مردم خواهد بود. هایی که انجام دادن برای سرکیسه کردن ایران، ایرانی رو تعبیر بدن، بیان در مسیر تعامل متقابل دو طرفه، یعنی یکی بگیر یکی بده، داد و ستد کاملا پایاپای و برابر یک طرفه نباشه. این فقط در شرایطی امکان پذیره که مردم خودشون رو نشون بدن، مردم نشون بدن که اگر امروز یکی مثلا یک گروه رو میان راه میندازن مثل نایاک مثلا راه میندازن، هم مردم بلافاصله نشون بدن ماهیت اینا رو شد، چه حالا میخواد تلیت پارسی باشه چه یه سگی دیگه، فرق نمی کنه. اینا فقط مهره ها رو جا به جا میکنن. تلیت پارسی تا همین روز در شهر وظایف سازمانیش این تعریف شده بود، اونجا باید بره خدمت کنه به جمهوری اسلامی به عنوان یکی از لابیستای جمهوری اسلامی در ایالات متحده فعالیت کنه، به خاطر اینکه دستش رو شد با اون شرایطی که افشا شد توسط حسن داری و دیگه آبروی براش نمون، وظیفه‌ش رو تغییر دادن، گفتن تو اینجا دیگه کارایی نداری، بیا برو آبرو در یه قسمت دیگه، افراد دیگه رو جایگزین خواهند کرد و کاملا درسته. قرار نیست یک مجموعه به اسم نایاک با این سرمایه گذاری که روش شده، هزینه هایی که شده، افراد رو جا به جا میکنن و اینجا نقش مردم موثره که بدونن آقا نایاک نایاک فرق نمیکنه، یک جایگاهی رو تشکیل دادن ضد ایران و ایرانی با نفس
سیاست تغییر نمیکنه اونجا. هر کی بیاد ادامه مسیر رو خواهد رفت. پس ما موظف هستیم که بگیم مردم سکوت نکنید. کسانی که در دنیای مجازی دارن فعالیت میکنن، کسانی که در دنیای مجازی دارن اطلاع رسانی میکنن، سکوت نکنید. چرا اجازه میدید یک سری افراد بیان هر چیزی که دلشون میخواد و در رابطه با ایران بگن، در رابطه با مردم ایران بگن، کسانی که به ظاهر خودشون ایرانی هم ها فارسی بلدن حرف بزنن ولی ذاتن و اساساً ایرانی نیستن. خودفروشی یعنی از ملیت خارج شدن، سلب تابعیت میکنه. خودفروشی یعنی فروشی، خودفروشی که منجر به فروش منافع ملی باشه سلب تابعیت میکنه. چرا موقعی که میشینید پای صحبتاشون عکس‌العملی نشون نمیدید؟ من خیلی کم میبینم که دوستان برم بشینم پای صحبتایی که همین مثلا امیر احمدی با تلویزیون‌های مختلف باش مصاحبه میکنن. چرا عکس‌العمل نشون نمیدید؟ فخرآور، حسینی است، این سرمشغال ها اینقدر زیاد جمهوری اسلامی ریخته که اصلا معلوم نیست. اینجاست که اونا بررسی میکنن، آنالایز میکنن که آقا مردم ایران به این درجه از دانش رسیدن که نمیتونیم بیاییم مثلا لایک پشت رو رنگ کنیم به عنوان قناری بهشون بندازن. به این مرحله رسیدن، پس بیاییم برنامه رو عوض کنیم، بیاییم بریم در یک تعامل دو طرفه. جناب قاسمی، من فکر میکنم که این اتفاقات با توجه به چیزهایی که داریم از داخل کشور میبینیم، اخباری که میرسه، نیروهای در مرزی که فعالیت دارن میکنن و مطلع هستیم، من فکر میکنم مردم در این کشور مخصوصا به یک درجه و جایگاهی از دانش نسبت به سیاستگذاری های خارجی و داخلی رسیدن که دیگه فریب نمیخورن، به این راحتی فریب نمیخورن. شاید در یک مقاطعی فریب یک سری از مبارز نماهایی رو بخورن، مخصوصا در چند ماه آینده، به دلیل اینکه سیر